گلغوندی تپه‌ای که همساله در هفته‌های ماه نخست سال گواه صدها شهروند کشور می‌باشد. امسال نیز مانند سال‌های پیش مردم به تپه گلغوندی در جشن گل ارغوان شرکت کردند. شاعران شعرخوانی کردند و مردم سرگرم تفریح. ارغوان جام یقیق امسال به پال نگرفت، لاله با صد داغ و حسرت انتظار رحمت است. سگ دکڑی بیا جانے ارغوان دے لمبے بلے بدے چم کے باران دے گلغنڈے کے ارغوان شوی میں نظر اٹھول شوی ٹھول دمین لے ونی دے. این تپه در فصل بهار مملو از گلهای ارغوانی می شود. این تپه مکان پر رفت و آمد برای تفریح است. جمع جور زیاد بود، بسیار نام خدا هیچ سرکا جای نمی بود، بسیار بیر بار می بود. گرچه امسال مردم یک ذره شاد با تشویش باشه، شاد مسئله اقتصاد باشه، مردم نمی آید. از فضای لذت می بریم و فامیلای دیگه کس آرام آمده. جشن ارغوان در سال 1392 هجری خورشیدی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به رسمیت شناخته شد و هفته های اول سال نو شهروندان کشور با رفتنشان به تپه گلخوندی در این جشن شرکت می کنند. هوای خوب است، گلی خوب است، گلای ارغوان است. دیگه وقتای پیش که ما می آمدیم که کمی امنیت صحیح نبود، اومدیم یک میلام شوه. دیگه میله گلغوندی همیشه می باشه، می آیم در این فصل ما همیشه. در اطلاعات و فرهنگ وزارت لخوا رسمی شوی چه سکره لسم المنزغونده ده او موږ شیری و دیت متیاره نیوله ده هیوات پا کچه نویسندگان، شاعران او فرهنگی خلق مراوفتی. این بخش از ولایت پروان همساله گواه برگزاری جشن ارغوان می باشد و مردم با شرکت در این جشن به شادی و سرور می پردازند. تپه گلغوندی در سال 1324 توسط بهایی جان یک از شاعران افغانستان به نام تپه گلغوندی نامگذاری شده است. عبدالله حمیم، طلوع نیوز، پروان.